قربان شما. خیلی ممنون از تماستون. البته خانم سلیمیان، فکر میکنم سیمای آزادی بسیار مفتخر هست که نمایشگر تصویر بزرگ مردانی است از جمله جناب سرهنگ، که الان یک بار دیگه تصاویرشون رو با یادآوری پهلوان ارسطوپور دیدیم و بسیار خوشحالیم که میتونیم مردم ایران رو با افتخارات ملی و میهنشون آشنا کنیم و یادآور این تلاش ها، کوشش ها و فداکاری هایی باشیم که در راه آزادی مردم ایران انجام شده. بسیار ممنونیم از شما آقای ارسطوپور و از تماستون و نکاتتون. خدا یار و نگهدارتون باشه. با تشکر از شما آقای ارسطوپور. بله، لحظات دیگر برنامه رو همراه با شما هم میهنان عزیز، برنامه 28مین گلریزان همیاری رو ادامه میدیم. منوچهر ارسطوپور، قهرمان قایقرانی و عضو شورای ملی مقاومت ایران، در مسابقات جهانی قایقرانی بزرگسالان سال 2023 در آفریقای جنوبی به مقام قهرمانی دست یافت. منوچهر ارسطوپور: من یک مدال طلای دیگری به دست آوردم و مشتاقم که این مدال‌ها را به برادران مجاهد و اشرف نشانان و کانون‌های شورشی که در آسمان انقلاب ایران همچون ستاره می درخشند تقدیم کنم. منوچهر ارسطوپور، قهرمان قایقرانی و عضو شورای ملی مقاومت ایران، در مسابقات جهانی قایقرانی بزرگسالان که از 21 تا 24 سپتامبر 2023 در آفریقای جنوبی برگزار شد شرکت کرد و در رشته های مختلف به مدال های قهرمانی دست یافت. منوچهر ارسطوپور که تمرینات سختی را برای شرکت در این دور از مسابقات از سر گذرانده بود، در مسابقه 4 نفره دوپارویی به مقام قهرمانی رسید و به همراه همتیمانش صاحب مدال طلا شد. وی همچنین در مسابقات تک نفره و 4 نفره تک پارویی به مقام سوم رسید و صاحب 2 مدال برنز شد. منوچهر ارسطوپور پیش از این در شهریور 1389 در مسابقات جهانی قایقرانی بزرگسالان جهان در شهر سن کاترین کانادا شرکت کرد و قهرمان دوم جهان شد. وی سپس مدال قهرمانیش را به مجاهدان آزادی در اشرف نخستین تقدیم کرد. منوچهر ارسطوپور بعد از دریافت مدال طلای قهرمانی در این دوره از مسابقات در آفریقای جنوبی گفت: در سن 80 سالگی که همچنان به پارو زدن ادامه می دهم، یک مدال طلای دیگری به دست آوردم و مشتاقم که این مدال‌ها را به برادران مجاهد و اشرف نشانان و کانون‌های شورشی که در آسمان انقلاب ایران همچون ستاره می درخشند تقدیم کنم. سزاوار است که یاد دو قهرمان بزرگ تاریخمان را که در زمان شاه و شیخ همچون سرو ایستادند، زانو خم نکردند و به مجاهد بودنشان افتخار می کردند، گرامی بدارم. دو عزیزی که در کنار تمامی قهرمانان مجاهد در زمان شاه دیکتاتور و رژیم صفاک خمینی به رفیق اعلی پیوستند. علی اصغر بدیزادگان که نه تنها در میان کوهنوردان ایران بلکه نزد ورزشکاران و یارانش زبان زد بود و حبیب خبیری،
قهرمان و کاپیتان نامدار تیم ملی فوتبال ایران. کشتی انقلاب به وسعت ایران زمین به پیش می رود و با ناخدای بزرگی چون مسعود به حرکت خود در میان طوفان‌ها ادامه می دهد. پاروزنانش همانا دلاوران و اشرف نشانان و کانونهای شورشی اند که طوفان و توقف نمی شناسند و همچون مرغان دریایی به سوی ساحل آزادی در پروازند. چهره جلاد را زنده نگه داشته ای یاد هزاران لاله گوش خزان کر شده از داد هزاران لاله وقت هم یاری ماست هم دلی ها چه زیباست نور آزادی و عشق در نگاه تو تصویرگر هر دل بی بای تو رنج مرا هنجر در هنجر پش بای تو مشته آینده توی شمع فروزنده توی بر لب غمگین وطن خرمی خنده توی وقت هم یاری ماست هم دلی ها چه زیباست نور آزادی و عشق در نگاه تو پیدا میهنان عزیز، بینندگان گرامی سیمای آزادی، همراه با شما و همراه با میهمان گرامیمون خانم مهناز سلیمیان، دبیر ارشد شورای ملی مقاومت، برنامه همیاری رو در خدمت شما ادامه میدیم. مادر گرامیمون خانم ابراهیم پور همراه ما هستن. با خوشحالی که صدای شما رو میشنویم سلام میکنم خدمتتون مادر. خیلی خیلی خوش آمدین، چه افتخار بزرگی به ما دادین. سلام میکنم به فرزندان عزیزم در سندرکاران سیمای آزادی. درود بر شما. درود بر شما. سلام میکنم به دختر عزیزم مهناز سلیمیان. قربان شما مادر. سلام میکنم به مسعود و مریم عزیزم. سلام به شورشگران داخل و خارج. دست مریضات. درود بر شما. درود بر شما شورشگران داخل. هر لحظه خواب را از چشم میدیدیم میپرانیم. درود بر شما. آفرین. همینطور که پسر عزیزم مسعود گفت، وکیل با آتش است، با دستتان داریم آتش وکیل دارید نشون میدونید که وکیل مجاهدین آتش است. درود بر شما. درود بر شما. درود بر شما عزیزانم. شما تک تک شما فرزندان من هستین. سلام به
سلام به هموطنان عزیزم، چه در داخل چه در خارج. هرچی با شکوتر از شما دعوت میکنم، هرچی با شکوتر در این گل ریزان شرکت کنید. به کوری چشم دشمنان هر کدامتون که شرکت میکنید در این جشن، در این جشن گل ریزان، تیری است که به قلب خامنه‌ای و رئیسی میخوره. درود بر شما هموطنان عزیز. من از شما تواضع دارم، هرچی با شکوتر در این جشن گل ریزان شرکت کنید که چشم دشمن کور بشه، تیر تک تک شرکت میکنه، تیر از به قلب خامنه‌ای رفسنجانی میخوره، تیر رئیسی میخوره. قربونتون برم، قربون همه کیسان مادر ابراهیم پور، قربون شما، خدا نگهدار. وقت شما نگیرم، خدا میسپارم. مادر جان سلام، من بتونم صحبت کنم؟ مادر جان سلام میکنم خدمت شما، واقعا درود به شما که تو همه صحنه حضور دارین، همیشه پرشور علیه رژیم، همه رو به شورش وامی دارین علیه رژیم. واقعا مادر مجاهد، مادر ابراهیم پور، مادر قهرمانانی چون علی اکبر، از سربداران وفا به پیمان در سال 67 هستن، مادر ابوالفضل، مادر آسیه و شیردلانی که سرافراز در میدان نبرد، هر کدومشون اسطوره‌ای بودن. مادر محمد مهدی، واقعا درود بر شما. مادر من کتاب آسمان پرستاره مادر ابراهیم پور رو دیدم که نوشته شما و خاطراتتون هستش. خواهر مجاهدم معصومه رؤوف این رو معصومه رؤوف بشری دوست این رو گردآوری تنظیم کرده. کتابی هست که از هم خاطرات خودتون، هم یادی از فرزندان دلیرتون کردن تو این کتاب. کتاب بسیار زیبایی بود مادر. سر این من خوندم، واقعا آدم نمیتونه کتاب رو زمین بذاره، چون هر کدوم از دلاوری هایی که بچه ها دارن انجام میدن رو خاطره بسیار زیبایی بود از مادر. واقعا وجود شما گرمی بخش همه صحنه هایی هست که شما در اونجا میاین صحبت میکنین. من واقعا کلامم قاصر از اینکه از شما مادران بتونم صحبت بکنم، از فداکاری که کردین، دلاوری هایی که کردین تو همه صحنه ها. واقعا درود بر شما. از همینجا هم به شما مادر ادای احترام میکنم. واقعا خدا عمر طولانی به شما بده که در کنار این مقاومت باشین. شما یادی از الان دارن تصاویر مادر کوشالی نشون میدن، اجازه بدین اینجا واقعا یاد بکنیم از مادر کوشالی، مادر گرگانی، مادر مرحمت و همه مادران، مادر احمدی، مادر یحیوی، مادر دایی و تمامی مادرانی که طی این سالیان واقعا داغدار بودن و در این حال علیه این رژیم ایستادن، خودشون دلاوری ها کردن. هر کدوم درسته که داغدار بودن، ولی که هر کدومشون دلاورانی بودن که تو این صحنه نبرد، قسمتی از صحنه نبرد رو بر دوش خودشون کشیدن. و همچنین اجازه بدین ادای احترام بکنم به مادران شهدایی که در همین قیام اخیر فرزندان خودشون رو تقدیم آزادی و رهایی این میهن کردن. درود بر شما مادر جان. درود بر شما مادر ابراهیم پور. واقعا بفرمایید. اگر خواستم فقط از شما تشکر کنم به خاطر این برنامه. این برنامه گلدوزن خیلی خوبه، خیلی چیز داره. انشالله که همه از هموطنان دعوت میکنم که هرچی سریعتر، هرچی بیشتر باش شکوته در این گلدوزن شرکت کنن که شرکتشان تیری است که به قلب خامنه‌ای و رئیسی میخوره. قربونتون برم، به خدا میسپارم. تا وقتتان نمیگیرم، به خدا میسپارم. خدا نگهدار عزیزم. قربان شما مادر، فدای شما. واقعا باعث سربلندی برای سیمای آزادی هست که چنین پشتیبانانی داره. شما فراخوان دادین برای همه که با صدای گرمتون، با صدایی که سالها مبارزه و همراهی با فرزندان مجاهدتون در اون بود برای کمک به سیمای آزادی، فکر میکنم صدای نافذ شما راه باز خواهد کرد و خلاصه این همیاری پرشکوه تری از همیشه خواهد بود. درود بر شما. خیلی خوشحال شدیم صداتون رو شنیدیم
منم مثل خانم سلیمیان آرزوی سلامتی و طول عمر شما رو دارم که زیر سایه شما به فعالیت‌های خودمون ادامه بدیم. خدایا رو نگهدارتون باشه. من خاک پای شما هستم، زیر سایه مسعود و مریم. درود بر شما. درود بر شما مادر جان. مادر جان شما همیاریتون رو اعلام نکردین. 2500 تا مادر همیاری کمک کرده بودن. بله بسیار متشکریم. یک چیز ناقابله. مادر ابراهیم پور، البته شما هر چی داشتین به سیمای آزادی سالهای قبل دادین، رقمهای بسیار درشت 20 و چند هزار یورو کمک کردین و این بوده که سیمای آزادی رو روشن نگه داشته. این کمک های بیدریق از طریق شما و از طریق تمام یاران این سیمای آزادی برای رسوندن صدای مردم ایران به همه جهانیان و برای روشن نگه داشتن خانه های مردم ایران. خدا یار و نگهدارتون باشه مادر، خیلی خیلی خوشحال شدیم. جان من فدا، جان من حاضرم فدای 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 شما پاک پاک پای شما بکنم. جان من فدای پای خاک پای شما بکنم، فداتون بشم. درود مادر شما، مادر جان. درود مادر، درود درود. به خدا میسپارم، خدا پشتوانتون. خدا حفظ شما مادر جان. قربان شما، خدا یار و نگهدارتون باشه. خیلی خوشحال شدیم صداتون رو شنیدیم. بله ما که سیر نمیشیم از صحبت مادر. واقعا مادر که گنجینه ای از خاطرات رنج و بله. خونه بچه هاشون هستن و دلاوری هایی که تک تک اونها کردن. بله و این بوده که این مقاومت ادامه پیدا کرده تا پیروزی. دوستمون هوشنگ روزبهانی همراه ما هستن، سلام عرض میکنم خدمتشون از سوئد، دوستی که یار و همکار و خلاصه همراه ما هستن در بسیاری از پروژه های سیمای آزادی برای پخش زنده از مراسم ها، تظاهرات ها، به خصوص در سوئد که در سال گذشته در جریان دادگاه هم شاهدش بودیم. سلام بر شما هوشنگ عزیز، بفرمایید. سلام خدمت شما برادر عزیزم مسعود کلانی. درود بر شما. و خواهر مهناز عزیز. سلام. تشکر از شما، بسیار بسیار خوشحالیم. باز من سلامی عرض کنم خدمت مادر ابراهیم پور که واقعا همینجوری که فرمودید اینها گنجینه هایی هستن از مقاومت ایران و این مقاومت با همین قهرمانان و با امثال فرزندان این مادر هستن که به هر صورت به این بالندگی و علارغم فشارهای استعمار و رژیم جنایتکار و بمبارانهای آنچنانی و همه توطئه ها سترگ و سرافراز تا به حال مونده و تنها نیروی قادر به سرنگونی این رژیم جنایتکار هست. من فقط جمله کوتاهی راجع به بر صورت سیمای آزادی میگم که اهمیتش رو بر مردم ما میدونن. سیمای رژیم همچنانی که میدونیم خودش بسیار واقف به آگاهی بخشی، به خاطر اینه بیشترین انرژیش رو روی سانسور و خفقان میذاره. با به اصطلاح اینترنت ملی میخواست بسازه با میلیاردها دلار هزینه با کمک چین و این بر اون بر، از همون روزهای اول که خب به هر صورت نشریات رو بیشترین فشار رو میآورد، تعطیل میکرد. فروش یه نشریه مجاهد در واقع یک عملیاتی بود که ما اون موقع ها میدیدیم و به خصوص اون خواهرانمون با چه وضعیتی. و الان در این سالیان همین سیما این نقش رو داشته و باطل و سحر بر صورت رسانه های استعماری و رژیم ساخته امثال آیت الله بی بی سی و منوتو و هزاران از این رسانه ها که داره و همینه که رژیم رو به این استیصال رسونده. ما در همین سوئد همجوری که برادر مسعود گفتن خب برنامه های بزرگ و یعنی تنها نیروی بودیم که عملا در جلوی دادگاه بودیم، ولی خب رسانه می اومد. اگر سیما نبود شاید کسی نمیدونست که یک همچین برنامه هست. می اومدن آخر که همه می رفتن از در خالی دادگاه یک گزارشی می گرفتن رو پخش می کردن. به هر صورت مردم ما باید بدونن که واقعا این سیمای آزادی است که اونها رو در واقع به اون راه اصلی که سرنگونی رژیم رهنمون می کنه. به همین خاطر ما می دونیم تمام این چیزهایی که الان همین روزا میبینید خیلی آخوندهایی رو رژیم فرستاده تحت عنوان مخالف، ساز مخالفت میزنن، ولی تای حرفشون اینه که آقا این رژیم رو باید باش با مسالمت مبارزه کنی، یعنی چیزی که عملا به هیچ عنوان نمیشه.
این رژیم باید قهرمانی سرنگون شه و این راهی است که به صورت راه کانونهای شورشی قهرمانه و راهی است که سیمای آزادی نشون میده به مردم. من خیلی وقتتون رو نمیگیرم چون میدونم به صورت دوستان عزیزی در پشت خط هستن منتظرن، فقط من یک سری کمک جمعی رو اعلام میکنم خدمتون و امید است که بیشتر بتونیم این برنامه رو ادامه بدیم. من با اجازتون اسامی رو میخونم. بفرمایید. روشنک مهران 300 کرون، اینا همش کرون سوئد. آرش 500 کرون، مریم باقری 5000 کرون، پروین صدیقی 3000، مسعود 5000، سپیده 5000، امیر انبرستانی 4000، نادر هرندی 15000، محمد مسعودی 2000، آیدین 2000، میترا 5000، بهنام بهنجاد 36000 و خانم کتایون هم 2000 که جمعاً 82200 کرون سوئد که تقدیم سیمای آزادی این رسانه و به قول یکی از هموطنانمون این چراغ روشن خانه های مردم ایران میشه به امید سرنگونی هرچه سریعتر این دشمنترین دشمن مردم ایران، آخوندهای ضد بشر. با تشکر از شما که وقتی رو به من دادید. درود بر شما. بفرمایید خانم.